شهرم خیلی اوکی، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا، شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشه. فضا سازی ها گاهی ممکنه خیلی این واقعا میخواد حضور مردم رو توی صحنه رفتن انتخابات تحت شعاع قرار بده. من فکر میکنم نه، مردم با خیال راحت با یه اطمینان قلبی وارد کارزار انتخابات بشن. این فیلم که در فضای مجازی به اسم بیمار کرونایی در قم منتشر شد، اما حالا معلوم شده که این بیمار اصلا کرونا نداشته و فیلم قدیمیه. از بسته شدن عبارزی قم تهران تا پناه بردن مردم به خانه ها، شایعه های داغ فضای مجازی. اما واقعا در قم چه خبره؟ بارون دلچسب و هوای دلانگیزی که باعث شد خیلی از مردم از قدم زدن توی این هوای دلچسب نگذرن. شایعات فراوان فضای مجازی در خصوص ویروس کرونا و اینطور مسائل باعث نشده بود تا خیلی از کاسبا دست از کارشون بکشن یا مردم نرن و خرید نکنن و کاراشون رو انجام ندن. بازار اومدیم خرید بکنیم برای عید. شهرم خیلی اوکیه، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا، شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشه. من رفتم بانک، الان کارت بانکیمو عوض کنم اومدم الان برم باز. تاثیر این شایعات قرار نگرفت؟ نه خب حالا آخه اینجوری که دیگه فکر کنم این فشار روانی و اون فضای عصبی بدتر از اصل خود کرونا است فکر کنم. آره نه، من فکر میکنم ما باید به شکل عادی کارم رو انجام بدیم. نه خیلی من مشکلی نمیبینم. به این چیزا توجه کنی اصلا ما زندگی نکنیم. باید مغازه ببندی بریدی. به عوارضی قم تهران رفتیم، جایی که سوژه بسیاری از شایعات در فضای مجازی شده بود مبنی بر اینکه عوارضی قم تهران بسته است. یکم اسفند من دارم میرم به طرف تهران برای کارم میرم. صبح تا حالا 4 تا اس ام اس برام اومده که پلیس را قم تهران بسته است. الان که ما داریم میریم تهران همه چیزم هم آماده و باز. این فضا سازی ها گاهی ممکنه خیلی این واقعا میخواد حضور مردم رو توی صحنه مثلا انتخابات تحت شعاع قرار بده. من فکر میکنم نه، مردم با خیال راحت با یه اطمینان قلبی وارد کارزار انتخابات بشن. خیلی جدی